خیلی از افرادی که ما باشون در این سالها برخورد داشتیم راجع به مسئله ظاهری حجاب با ما صحبت کردن. مثلا بعد کنیم چند تا پیشین آقای دکتر لاریجانی با ما برخورد کردن، اولین ایرادی که گرفتن گفتن که چرا شما کلاستون همه جور از نظر حجاب هست. من فقط 10 دقیقه براش توضیح دادم و ایشون کاملا متقاعد شد. توضیح من اینه، ببینید ما ابتدا به ساکن باید جاذبه داشته باشیم. اصولا افراد باید بیان ببینن چه خبره، خب مخصوصا رو نسل جدید ما باید بگیم بیان بشینن پای صحبت ها، اول باید توجیه بشن. دقت میکنیم؟ اول باید توجیه بشن، اول ما باید این معرفتی رو بهشون بدیم، بعدن زمانی فراهم میشه، زمانی پیش میاد که باید بریم که بالا ما حاصل این آموزه ها چگونه است. و در واقع ما گفتیم که خب شما چه در واقع آموزه ای دادید که حالا از این نسل میخواید؟ چیزی ما یاد ندادیم، درسته؟ خب بنابراین بحث اینه که اگر یک موقعی از ظاهر کلاس ما اشکال گرفته میشه، جواب اینه که ابتدا ما بیاریم جذب بکنیم پای صحبت رو باش بکنیم، بعدن انتقال معرفت بدیم. اگر از جمع در بگیم صبر کن، این صبر کن ما یه دابه ایجاد میکنه که دیگه بقیه حرفامون هم چیه؟ کسی گوش نمیده و چون همه جو همه جور رفتار شده، ما هم به حساب اون جریانات میذارن، میگن ای بابا اینا حالا میخوان بشینن برای ما پند و نصیحت بدن، پند و نصیحت بکنن و از اون حرفای تکراری بزنن، درسته؟ خب بنابراین ابتدا به ساکن ما زمینه بحث و بررسی رو داریم فراهم میکنیم و یک بعدی که داره یک مخصوصا من بیشتر روی صحبتم با نسل جدیده، اینا توجیه نیستن، توجیهش رو نتونستیم بکنیم. خب و باید ابتدا جاذبه باشه که اصلا اونا علاقمند به معرفت جونی و کمال بشن، اول یه علاقه در اونا به وجود بیاریم، یه شوقی به وجود بیاریم، بعد یواش یواش باید این مطالب رو چیکار کنیم؟ انتقال بدیم، برای اونا جا بندازیم. این یک مسئله است که در بند اول کسایی که از بیرون یه نگاه کلی میکنن خب ایجاد یه علامت سوال میکنه.